سلام، پرهام کچلچیان هستم، نوازنده و مدرس سازهای کوبه‌ای. جلسه ششم کاخونو میخوایم با هم شروع کنیم. قبل از اینکه جلسه رو شروع کنیم، 5 جلسه پشت سر هم داشتیم. اگه ندیده باشین لطفاً بریم ببینین که این جلسات مفید باشه واسمون. و قبل از اینکه بریم سراغ جلسه 6، لطفاً دکمه سابسکرایب و زنگوله بغلش یادتون نره که بزنین و فیلم‌های آموزشی ما رو تو یوتیوب دنبال کنید. خب یه سری میریم به سراغ جلسه پنجم. ببینید تو جلسه پنجم من چند تا تمرین گفتم بهتون، بخشی از اون تمرین ها رو من میزنم واسهتون که تو این جلسه یه یادآوری بشه، بعد بریم سراغ درس های جدیدمون. خب به این شکل بود جلسه قبل، تمریناتش جزی از تمریناتش به این شکل بود. خب تمرین بعدیش به این شکله. تمام شد. خب اینو اگه بخوایم سریع ترش کنیم، مثلا دومی رو اگه سریع تر کنیم بشه این. خب اینا فقط یک تمرینایی هستن که ما باید ضربات اسلب قوی متوسط رو یاد بگیریم و همشو در یک مدت زمانی و با رعایت نوت هایی که نوشته شده، یعنی دولو چنگ و چنگ و اینجور چیزا، با رعایت اینا مدت زمانیاش اینا رو بزنیم و و و و تمیز نواخته بشه تمام حرکات. تمیز نواخته بشه یعنی چی؟ شما وقتی یک حرکت متوسط میزنی خب و یک حرکت آروم، ببینین آروم من به این شکله، خب دیگه آرومم اینجوری نیست که متوسطه بیاد از این قوی تر بشه. بهتره که آرومترها رو آرومتر کنیم، نه که قوی ها رو قوی تر کنیم. اگه قوی ها رو قوی تر کنیم به دستمون آسیب میرسه یا سرعتمون کم میشه. پس بهتره که آرومترها رو آرومتر کنیم یا آروما رو آرومتر کنیم که بتونیم خیلی راحت بزنیم. یعنی ببینین خیلی راحت. خب اینا تمرینات جلسه قبل بود که کل اینا رو خط به خطش رو توضیح دادم. میریم سراغ درسای جدید جلسه 6. خب میریم سراغ درسای جدیدمون. خب تو جلسه قبل من نوت‌های دولو چنگی گفتم که بهتون دارای نوت‌های متوسط و کمی نوت‌های اصلح بود. خب دولو چنگ‌هایی که پشت سر هم بود، یعنی دولو چنگ‌های چهارتایی در میزان نماهای 4-4. خب ببینین الان میخوام به همون شکل با همون مدت زمانی نوت‌های جلسه قبل بگم، ولی با فیگورهای متفاوت، با جمله‌های متفاوت، با ضربه‌های اسلب و متوسط متفاوتی که داریم تازه یاد می‌گیریم. خب ببینید خط اولمون به همون شکل 4 تا دولوچنگ، هر ضربمون خب تقسیم به 4 تا دولوچنگ شده، یعنی 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. اگه به نوت هم نگاه کنی هر 4 تا 4 تا بالاشون 1 نوشته، 2 نوشته، 3 نوشته و 4 نوشته، یعنی ضرب اول، ضرب دوم، ضرب سوم، ضرب چهارم، یا 4 تای اول، 4 تای دوم، 4 تای سوم، 4 تای چهارم. خب ببینید خط اول به این شکل میشه. حالا راست چپش چه؟ راست چپ راست چپه. خب یعنی چپ راست چپ راست نیست، راست چپ راست چپه. میگه راست چپ چپ چپ، راست چپ راست چپ. میبینین خب به این شکل میشه راست چپ 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 راست چپ. خب خیلی راحت و فقط اولاش متوسط و اسلپه، یعنی یه ضربه متوسط به ناحیه میانه و یک ضربه دومی، یک ضربه اسلپ به ناحیه کنار، یعنی به این شکل.
دقت کنین که صدادهی اینجوری باشه. ببینین 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. خب حالا میریم سراغ خط دوم. خط دوم میگه که 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. یعنی تو سومین چهارتایی عدد 1 و 3 ضربه متوسط به ناحیه میانه است با دست راست و بقیهش هم ضعیفه. یعنی 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. یه بار دیگه 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. اگه یه کوچولو سریع ترش کنیم و روون ترش به این شکل میشه. ببینین ببینین خیلی راحت. من نمیخوام اینجوری بزنین ها، صدای کلی و سرعت کلی و ذات این نوته اینجوریه. میبینین خیلی جذابه، ولی باید آرومتر بزنیم که بتونیم خیلی تمیز اجرا کنیم. یعنی اینجوری. یه کوچولو سریعتر. ضربات قوی و ضعیف حتما تمیز و راحت و خیلی پخته تر اجرا بشه. خواهش هم به اینا دقت کنیم. فقط مدت زمانی نوت نیست، فقط ساز زدن نوت زدن نیست، تمیز زدن و درست نواختن هست. میریم سراغ خط سومش. خط سوم ببینیم به این شکل میشه 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. خب چجوریه؟ راست اول تو چهارتای اول، راست اول که ضربه متوسط به ناحیه میانه است 1 2 3 4، بقیهش ضعیفه. تو چهارتای دوم راست اول کنار اسلپه و راست دوم که میشه عدد سوم میانه، حالت نسبتاً قوی یا متوسط. یعنی اینجوری میشه 1 2 3 4 1 2 3 4. خب میبینین 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. خب بدون گویش میزنم که صداشو قشنگ بشنویم. یک کوچولو سریع ترش کنیم. میبینین خیلی راحت. خب بازم آرومتر میزنم همون خط سوم رو. ببینین خیلی راحت. خب میریم سراغ خط چهارم. خط چهارم به این شکل میشه 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. یعنی تفاوتی که با نوت‌های قبلی و خطهای قبلی این تمرین داره، تو چهارتای دومه که راست اول و راست دوم اسلپن، یعنی به کناره فقط برخورد میکنن. یعنی 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. میبینین خیلی راحت. یه بار دیگه آرومتر اجرا میکنم خط چهارمو. خب میریم سراغ خط پنجم. به این شکل میشه 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. خب بدون گویش سریعتر بشه. ببینین یه ضد ضربی داره. یعنی تو چهارتای سوم راست اول ضعیفه، راست سوم قویه. یعنی خب خیلی راحت و روون باید بزنیم. میریم سراغ خط ششم. خط ششم به این شکله
برگشتش دو تا توم میخوره پشت سر هم. ببینین حالا فقط اگر قوی ها رو بگم، راست 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 راست. میبینین بدون گویش می‌بینی خیلی راحت. خب بعد دقت کنین که ضربه قوی استاپ کجا برخورد میکنه و شمرده شمرده. مثلا شما باید به این شکل تمرین کنین، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. خب می‌بینی خیلی راحت و روون باید بزنین. می‌ریم سراغ تمرین هفتم، خط آخر. ببینین به این شکل، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. خب اگه یک کوچولو سریع ترش کنیم و بدون گویش بزنیم اینجوری میشه. خب سریع تر، آروم تر، 1 2 3، ببخشید، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3. به همین راحتی و به همین آسونی. خب بعد تک به تک این خطداری که اینجا زدیم و گفتیم خیلی آروم با شمارش 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4 به این شکل بزنین. تک به تکش و مدت زمانیش و ضربات قوی و ضعیفش رو متوجه بشین و بعد برین سراغ سریع تر کردن. شما باید 1 هفته 2 هفته اینا رو پی در پی و مدام آروم تر بزنین، بعد برین سراغ سریع تر کردن. برین سراغ سکانس بعد که ببینیم چه خبر. خب میریم سراغ تمریناتی که شما و شما عزیزان دل باید تمرین کنید تا جلسه آینده، که تک به تک اینا و تک به تک ضربات و مدت زمانی ها همشون درست نواخته بشه و درست زده بشه. ببینین یه زاویه نزدیک گرفتیم که بهتر ببینین و بهتر متوجه بشین. خب خط اولش به این شکل میشه. خب میریم سراغ خط دومش که به این شکل میشه. خب خیلی راحته و یک کوچولو دارم سریعتر میزنم و بدون گویش، که ببینیم چه جوری میشه. و خط سوم آرومترش و دوبار میزنم هر خط رو به این شکل. خیلی راحت. خط بعدی خب خط بعدیش یه بار دیگه. خب خط بعدی خب این ضربات ضعیف رو من میزنم و شاید صدا بعضی جاها نیاد، ولی من دارم میزنم. میبینین خیلی ضعیف دارم میزنم. خب خط آخر خب حالا از اول تا آخر میزنم یه بار دیگه و یه کوچولو سریعتر و هر خط رو دو بار میزنم. خط اول خط دوم خط سوم خط بعدی خط بعدی خط بعدی خب خط آخر
خیلی راحت. پس اینا تمرین هایی شد که شما تا جلسه آینده باید اینا رو تمرین کنین. خواهشان این صفحه و این نوت هایی که اینجا هستن حتما و حتما تک به تک خطشون رو آروم و آرومتر تمرین کنین و بعدها سریعتر کنین. شما آرومترش رو درست و راحت بزنین، میتونین سریعترش هم خیلی راحت و روون و بسیار زیبا و شکیل بزنین. پس باید اول آرومتر تمرین کنین و بعدها بشه سریعتر. خواهشن و خواهشن آرومتر تمرین کردن یادتون نره. بریم سراغ سکانس بعد که ببینیم چه خبره. خب جلسه شیشم تموم شد. تو این جلسه نوت‌های اسلپ، قوی، ضعیف اینا رو گفتیم بهتون که پشت سر هم با دولاچنگ‌های مختلف و با فیگورها و اکسنت‌های مختلف زدین. لطفاً و لطفاً اینا رو آروم‌تر تمرین کنین و بعدها سریع‌تر کنین. خواهشن پس آروم تمرین بشه و بعدها سریع‌تر بشه. از اول سریع شروع نکنین. قبل از اینکه خداحافظی کنم دکمه سابسکرایب و زنگوله بغلش یادتون نره که بزنید و فیلم‌های آموزشی ما رو تو یوتیوب دنبال کنید. تا جلسه آینده خدا نگهدار.